أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ. یا کیست که آسمان ها و زمین را آفریده و برای شما از آسمان باران را نازل کرد؟ پس به وسیله این آب‌های سرسبز و شادابی را رویانیدیم. برای شما ممکن نبود که درختان آن را برویانید. آیا معبودی دیگر با خدا هست؟ نه خیر، بلکه آنها مردمی اند که از راه حق انحراف می‌ورزند. یا کیست که زمین را قرارگاهی گردانید و در میان آن رودبارها را جریان داد و بر آن کوههای استوار را قرار داد و میان دو آب حایل را به میان آورد؟ آیا معبودی دیگر با خدا هست؟ نه خیر، بلکه اکثرشان نمی دانند. يكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. یا کیست که دعای درمانده را چون به او نیایش کند اجابت می کند و سختی را برطرف می نماید و شما را خلفای زمین قرار می دهد؟ آیا معبودی دیگر با خدا هست؟ بسیار کم است آنچه پند می گیرید. أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. یا کیست که شما را در تاریکی‌های خشکه و بحر رهنمایی می‌کند؟ و کیست که بادها را پیش از رحمت خود به حیث بشارت دهنده می فرستد؟ آیا معبودی دیگر با خدا هست؟ خداوند از این که با او شریک می آورند برتر است. امن یبدع الخلق ثم یعیده و من یرزقكم من السماء والارض ایله مع الله قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. یا کیست که آفرینش را آغاز می کند و باز آن را تجدید می کند و کیست که شما را از آسمان و زمین روزی می دهد؟ آیا معبودی دیگری با است؟ بگو دلیل خود را بیاورید اگر راست می گویید. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون. بگو جز خدا هیچ یک از کسانی که در آسمان ها و زمینند غیب را نمیدانند و نیز نمیدانند چی وقت بر انگیخته می شوند. بل ادارك علمهم في الاخره بل هم في شك منها بل هم منها عمون. بلکه علمشان در مورد آخرت به هم پیوست، یعنی در زمینه به حیرت ماندن، بلکه ایشان در آن در شک هستند، بلکه ایشان در مورد آن نابینا هستند. و قال الذين كفروا اذا كنا ترابا و آباؤنا انا لمخرجون. کافران میگویند آیا وقتی که ما خاک باشیم و پدران ما نیز، آیا باز هم از خاک بیرون آورده میشویم؟ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل ان هذا الا اساطير الاولين. واقعا به ما این وعده داده شده و قبل از این به پدران ما نیز و این جز افسانه پیشینیان نیست. قل سیرو فی الارض فانظرو کی
كيف كان عاقبة المجرمين بگو در زمین سیاحت کنید بنگرید که عاقبت گناهکاران چگونه شد ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون و بر ایشان غم مخور و از دسیسه هایشان تنگل مباش ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين میگویند چی وقت این وعده به سر خواهد رسید اگر راست میگویید قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون بگو شاید بعضی چیزهایی را که به شتاب میطلبید به شما پیاپی فرا رسد وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَبِغْمَن پروردگارِ تو بر مردم صاحب فضل است اما اکثر ایشان سپاسگزار نیستند وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ و بیگمان پروردگار تو همه چیزهای را که در سینه های خیش پنهان می کند و همه چیزهای را که آشکارا می کنند به خوبی می داند و ما من غائبت فی السماء والارض الا فی کتاب مبین هیچ رازی در آسمان و زمین نیست مگر آن که در کتاب آشکارا ثبت شده است إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون بگمان این قرآن برای بنی اسرائیل بیشتر آنچه را ایشان در آن اختلاف می‌ورزند بیان می‌کند وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين و بگمان این قرآن هدایت است و رحمتی برای مؤمنان این ربک یقضی بینهم بحکمه و هو العزیز العلیم بگمان پروردگار تو با حکم خود در میانشان فیصله می کند و هم اوست صاحب قدرت منعی و دانا فتوکل علی الله إنك على الحق المبين پس بر خدا توکل کن حقا که تو بر طریقه حق آشکار هستی إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين بگمان تو مردگان را شنوانده نمی توانی و نه هم به آدم های کر دعوت به سوی حق را شنوانده می توانی انگامی که رو به فرار نهند و پشت بگردانند و ما انت بهادی العمی عن ضلالتهم این تسمع الا من یؤمن بی آیاتنا فهم مسلمون نه هم می توانی رهنمای نابینایان از گمراهیشان باشی شنوانده نمی توانی مگر کسانی را که به آیات ما ایمان آورده اند پس ایشان به آن تسلیم هستند و اذا وقع القول علیهم اخرجنا لهم دابتا من الارض تکلمهم ان الناس کانو بی آیاتنا و چون وعده عذابشان فرا رسد از زمین جانوری یعنی دابت الارض را برای ایشان بیرون آوریم که به آنها سخن گوید به سبب آن که مردم به آیات ما یقین نداشتند و یوم نحشر من کل امت فوجا من یکذب بی آیاتنا فهم یوزعون و روزی که از هر امت طایفه از کسانی را که آیات ما را تکذیب می کردن گرد آوریم و ایشان دستبندی شوند حتی اذا جاءوا قال
كذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أماذا كنتم تعملون. تا چون برای بازپرسی بیایند و خداوند به ایشان بگوید آیا آیات مرا تکذیب کردید در حالی که علم شما به آن احاطه ندارد یا چی می کردید؟ و وقع القول علیهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. و وعده عذاب بر ایشان به نسبت این که ستم می کردند تطبیق شد و ایشان سخنی گفته نمی توانند زیرا جواب و دلیلی ندارند. الم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیه و النهار مبصرا این فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. آیا ندیده اند که شب را آفریدیم تا در آن آرام گیرند و روز را روشنی بخش آفریدیم؟ بیگمان در این نشانه هایی است برای مردم مؤمن. و یوم ینفق فی الصور ففزع من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله و کل اتوه داخرین. و روزی را باید داشته باشید که در سور دویده می شود، پس آنانی که در آسمان هایند و آنانی که در زمینند همه مضطرب می شوند جز کسانی که خدا بخواهد و همه به حضور او به خواری می آیند. و ترى الجبال تحسبها جامدة و هی تمر مر السحاب صنع الله الذي اتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. و کوها را میبینی و میپنداری که ساکنند، ولی در حقیقت همچون ابری در حرکتند. سن خدا و آفرینش او است که هر چیز را محکم و استوار ساخته است. حقا که او به آنچه میکنید آگاه است. من جاء بالحسنة فله خیر منها و هم من فزع یومئذ آمنون. کسی که کاری نیکی انجام دهد پس به او پاداش بهتری از آن می باشد و ایشان از دهشت آن روز در امانند. و من جاء بالسیئت فکبت وجوههم فی النار هل تجزون الا ما کنتم تعملون. و کسی که عمل ناشایسته انجام دهد پس چنین مردمی بر روی خود در آتش انداخته می شوند آیا جز به همان چیزی که عمل می کردید پاداش داده می شوید؟ انما امرت ان اعبد رب هذه البلده الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين وان اتلو القران فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل انما انا من المنذرين. بگو به من امر شده است تا پروردگار این شهر یعنی مکه را پرستش کنم، ذاتی که آن را حرم قرار داده و هر چیز از آن اوست، و به من امر شده تا از مسلمانان باشم و این که قرآن را بخوانم. پس هر که رهیاب شد به نفع خودش رهیاب می شود و هر که گمراه شود پس بگو من صرف از بیم دهندگان هستم. و قل الحمد لله سیریکم آیاته فتعرفونها و ما ربک بغافل عما تعملون. و بگو ستایش از آن خداست، ذاتی که به زودی نشانه های خود را به شما می نمایاند و آنها را می شناسی و پروردگار تو از آن چی می کنید غافل نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. طاسیمیم تلک آیات الكتاب المبین.
سین میم این آیات کتاب روشن است. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. بر تو قسمتی از داستان موسی و فرعون را برای مردمی که ایمان دارند به درستی میخوانیم. ان فرعون علا فی الارض وجعل اهلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناء ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين. بیگمان فرعون در زمین سرکشی کرد و مردم آن را به دسته های متفرق ساخت. یک دسته ایشان را زبون گردانید، پسران ایشان را میکشت و دختران ایشان را زنده نگه می داشت. حقا که وی از مفسدان بود. و نريد ان نمن استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وما میخواستیم بر کسانی که در آن سرزمین زبون گردانیده شده بودند منت گذاریم، ایشان را پیشوا گردانیم و ایشان را وارث آن سرزمین سازیم. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ایشان را در زمین جاگزین گردانیم و تا برای فرعون، هامان و لشکریانشان از طرف بنی اسرائیل چیزهایی را نشان دهیم که از آن می ترسیدند. و اوحینا الى ام موسی فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. به مادر موسی الهام کردیم که او را شیر بده، پس چون در مورد او برایت خوف دست داد او را به دریا بینداز، مترس و غمگین مشو، بیگمان او را به تو باز می آوریم و او را از پیامبران می گردانیم. فالتقطه آل فرعون لیکون لهم عدوا و حزنا این فرعون و هامان و جنودهما کانو خاطئین. پس کسان فرعون او را از دریا برداشتند، آری این سرنوشت شده بود تا موسی برای فرعونیان دشمن و سبب اندوه باشد. بیگمان فرعون و هامان و همه لشکریانشان خطاکار بودند. و قالت امرأة فرعون قرة عین لی ولک لا تقتلوه عسى ان ينفعنا زن فرعون گفت این طفل برای من و تو نوری دیده است، او را مکشید، شاید به ما سودی برساند یا ما او را فرزند بگیریم. و ایشان احساس نمی کردند که به چی سرنوشتی دچار خواهند شد. و اصبح فؤاد ام موسی فارغا این كادت لتبدی به لولا اربطنا علی قلبها لتكون من المؤمنین. دل مادر موسی بیتاب شد و نزدیک بود آن رویداد را افشا کند. اگر آن نمی بود که ما دل او را نیرومند و شکیبا گردانیدیم تا از باورمندان وعده ما باشد. و قالت لأخته قصیه فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون. با خواهر موسی گفت برادرت را تعقیب کن، پس او از دور موسی را دیدبانی میکرد ولی فرعونیان احساس نمیکردند. وحرمنا علیه المراضع من قبل فقالت هل ادلكم على اهل بیتی يأكلونه لكم وهم له ناصحون.
موسی را از پیش از گرفتن پستان شیر آوران باز داشتیم. پس خواهرش گفت: آیا شما را به خانواده راه نمایم که او را برای شما تربیت کنند و به او خیرخواه باشند؟ فعددناه الى امه کی تقر عینها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق ولكن اکثرهم لا يعلمون. به این ترتیب او را به مادرش بازگشتاندیم تا چشم او روشن شود و اندوهگین نشود و تا بداند که وعده خداوند راست است، اما اکثر مردم نمی دانند. ولما بلغ اشده و استوى آتیناه حکما و علما و کذلک نجزی المحسنین. و چون موسی به کمال نیرومندی خود رسید و بر امور خیش مسلط شد، به او حکمت و علم دادیم و نیکوکاران را این چنین پاداش دهیم. و دخل المدینه علی حین غفلت من اهلها فوجد فیها رجلین یقتتلان هذا من شیعته و هذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. و به شهر هنگامی داخل شد که مردم آن متوجه نبودند. در آنجا به دو مرد برخورد که با هم شدیداً پرخاش می کردند. یکی از قوم خود او بود و دیگرش از قوم دشمنان او. آن که از قوم خود او بود از وی در برابر دشمن خود دادخواهی کرد. در این حالت موسی آن دشمن را مشتی زد که کارش را تمام کرد. موسی گفت: این از عمل شیطان است، بیگمان که او به گونه آشکارا دشمن گمراهگری است. قال رب اینی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له اینه هو الغفور الرحیم. موسی گفت: ای پروردگار من، واقعا بر نفس خود ستم کردم، مرا بیامرز. خداوند او را آمرزید، حقا که او آمرزنده و مهربان است. قال رب بما انعمت علی فلن اكون ظهیرا للمجرمین. گفت: ای پروردگار من، چون بر من نعمت فراوان دادی، از این رو هرگز مددگار مجرمان نمی شوم. فاصبح فی المدینه خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. بامدادان با ترس در شهر دیدبانی می کرد که ناگهان با مردی برخورد که دیروز از او کمک خواسته بود. باز فریاد دادخواهی زد. موسی با او گفت: براستی که با گونه آشکاری تو گمراه هستی. فلما ان اراد ان یبطش بالذی هو عدو لهما قال یا موسی تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. سپس هنگامی که موسی خواست تا مردی را که دشمنشان بود گرفتار کند، آن شخص به گونه دادخواهی گفت: ای موسی، آیا میخواهی که مرا بکشی طوری که شخصی را دیروز کشتی؟ جز ستمگری در زمین اراده نداری و نمیخواهی که از جمله مصلحان باشی. و جاء رجل من اقصى المدینه یسعى قال یا موسی ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین. مرد از دورترین قسمت شهر شتابان آمده گفت: ای موسی،
بزرگان دربار فرعون با هم در مورد تو مشورت دارند تا تو را بکشند. پس بیرون رو، بیگمان من به تو از نیک خواهانم. فخرج منها خائفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین. موسی از شهر با ترس و دیدبانی بیرون رفت. در این حال گفت ای پروردگار من مرا از قوم ستمگار نجات ده. ولما توجه تلقاء مدین قال عسى ربی ان یهدینی سواء السبیل. چون به سوی مدین روی آورد گفت امید است پروردگارم مرا به راه راست هدایت کند. ولما ورد ماء مدین وجد علیه امتا من الناس یسقون و وجد من دونهم امرأتین تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء و ابونا شیخ کبیر. چون به آب مدین رسید در آنجا دسته از مردم را دید که رمه هایشان را آب می دهند و به عقب آنها دو زن را دید که رمه هایشان را پاسداری می کنند. گفت مشکل شما چیست؟ گفتند رمه خود را تا وقت آب نمی نوشانیم که دیگر شبانان رمه هایشان را بازگردانند و پدر ما کهنسال است. فسقا لهما ثم تولا الى الظل فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. او رمایشان را برایشان آب داد، سپس به سایه روی آورد و گفت ای پروردگار من به چیزی از خیر که به من فروداری نیاز دارم. فجاءته احداهما تمشی على استحیاء قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. یکی از آن دو دوشیزه با نهایت حیا به سوی او بازگشت و گفت پدرم تو را می خواهد تا در برابر آب دادن رمه ما به تو مزد بدهد. چون موسی به پیش پدر آن دوشیزگان آمد و قصه خود را به او بیان کرد آن شخص گفت ما ترس اکنون از قوم ستمگار نجات یافتی. قالت احداهما یا ابت استأجر این خیر من استأجرت القوی الامین. یکی از دوشیزگان گفت ای پدر من او را استخدام کن، براستی بهترین کسی را که استخدام کنی آن است که قوی و امانتکار باشد. قال اینی ارید ان انکحک احدى ابنتی هاتین علی ان تأجرنی ثمانی حجج فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ. گفت می خواهم یکی از این دو دختر خود را به تو به نکاح بدهم به شرط آن که 8 سال خدمت مرا کنی، اما اگر 10 سال را به سر رسانی این مهربانی است از جانب تو و من نمی خواهم بر تو سخت گیرم، انشاءالله مرا از صالحان خواهی یافت. قال ذلك بینی و بینک ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی والله علی ما نقول وکیل. گفت این است قول و قرار میان من و تو، هر کدام از این دو مدت را تکمیل کنم ملامتی بر من نیست و بر آنچه میگویم خدا گواه است. فلما قضا موسى الاجل و سار باهله آنس من جانب الطور نارا قال لاهلهم
امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. چون موسی میاد را تکمیل کرد و خانواده خود را برد، آتش را در سمت کوه طور دید. به خانواده خود گفت درنگ کنید، بگمان من آتشی دیدم، شاید از آن به شما خبری بیاورم یا پاره از آن آتش بیاورم تا خود را گرم کنید. فلما اتاها نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعت المبارکت من الشجرت ان یا موسی اینی انا الله رب العالمین. چون به آن آتش رسید، از کرانه دست راست وادی از درختی در سرزمین با برکت آوازی بلند شد که ای موسی، حقا که من خداوند پروردگار عالمیان هستم. و ان القی عصاک فلما رآها تهتز کأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب یا موسی اقبل ولا تخف انک من الامنین. و عصای خود را بیفکن. چون آن را دید که حرکت می کند گوی ماری است، روی گردانید و به عقب باز ندید. گفتیم ای موسی مترس، روی بیاور، بیگمان تو از ایمنانی. اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء واضمم الیک جناحک من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. دست خود را در جیب خود درار تا سفید یعنی درخشان بیرون آید، بدون آنکه این سفیدی از عیبی باشد، و بازوی خود را به پهلوی خود بچسبان که از ترس ایمن شوی. این دو معجزه است از طرف پروردگار تو برای فرعون و بزرگان دربار او، بیگمان ایشان قوم فاسق بودند. قال رب اینی قتلت منهم نفسا فأخاف ان یقتلون. موسی گفت ای پروردگارم، بیگمان من کسی را از ایشان کشته ام، از این رو می ترسم که ایشان مرا خواهند کشت. و اخی هارون هو افصح منی لسانا فارسله معی یرد ان یصدقنی اینی اخاف ان یکذبون. و برادر من هارون، او در زبان از من فصیح تر است، پس او را با من به حیث مددگاری بفرست تا مرا تصدیق نماید، که می ترسم آنها مرا تکذیب کنند. قال سنشد عبدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. خداوند گفت ما یقینا بازوی تو را به وسیله برادرت محکم می سازیم و برای هر دوی شما سلطه می دهیم که دشمنان به شما دست نمی یابند، و به وسیله این معجزه های ما شما و پیروان شما غالبید. فلما جاءهم موسی بآیاتنا بینات قالوا ما هذا الا سحر مفترا و ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین. چون موسی معجزه های روشن ما را به ایشان آورد، گفتند این جز جادوی افترا شده ای نیست و ما چنین چیزهای از نسل های پیشین خود نشنیده ایم. و قال موسی ربی اعلم بمن جاء بالهدى من عنده و من تكون له عاقبة الدار اینه لا یفلح الظالمون. موسا
موسی گفت پروردگارم با حال کسی که هدایتی را از جانب خدا آورده و نیز با حال کسی که سرای آخرت از آن اوست داناتر می باشد. حقیقت این است که ستمگاران هرگز رستگار نمی شود. و قال فرعون یا ایها الملأ ما علمت لكم من اله غیری فأوقد لی یا هامان على الطین فاجعل لی صرحا لعلی اطلع الى اله موسی و انی لأظن الكاذبين. فرعون گفت ای بزرگان دربار، برای شما جز خود خدای دیگری سراغ ندارم و تو ای هامان برایم بر کوره خشتپزی آتش بیافروز و برایم قصری بساز تا باشد که به خدای موسی سری بکشم و من او را واقعا از دروغگویان میپندارم. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. وبإن ترتيب فرعون ولشكريانش در زمین بنا حق تكبر ورزيدند وپنداشتند که ایشان بسوی ما بازگشتانده نمیشوند. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبت الظالمين. که در این حال او و لشکریانش را گرفتار ساختیم و آنها را به دریا انداختیم. نگاه کن که عاقبت ستمگاران چگونه شد. و جعلناهم ائمتا یدعون الی النار و یوم القیامت لا ینصرون. و ایشان را پیشوایانی گردانیدیم که مردم را به آتش می خوانند و در روز قیامت ایشان مدد کردن نمی شوند. و اتبعناهم فی هذه الدنیا لعنه و یوم القیامت هم من المقبوحین. در این دنیا از پیشان لعنت فرستادیم و در روز آخرت ایشان از زشت رویانند. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. بعد از اینکه نسل‌های نخستین را هلاک گردانیدیم به موسی کتاب را به حیث بصیرت هدایت و رحمت برای مردم دادیم تا باشد که ایشان پند گیرند. و ما کنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسی الامر و ما کنت من الشاهدین ولیکن انشأنا قرونا فتطاول علیهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. تو به جانب غربی نبودی هنگامی که به سوی موسی امر پیامبری را رسانیدیم و نه هم از گواهان آن رویداد بودی، مگر ما از آن به بعد نسل‌های را آفریدیم، بر ایشان دوره‌های پیاپی گذشت. در میان اهل مدین هم نبودی که آیات ما را بر ایشان می‌خواندی، مگر ما فرستنده پیامبرانی بودیم. و ما کنت بجانب الطور اذ نادینا ولكن رحمتا من ربك لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلك لعلهم يتذكرون. و نیز به گوشه کوه طور نبودی هنگامی که ما ندا در دادیم، مگر این وحی رحمتی است از جانب پروردگار تو تا همون قومی را بیم بدهی که بر ایشان بیم دهنده پیش از تو نیامده بود تا باشد که ایشان پند گیرند. ولولا ان تصیبهم مصیبت بما قدمت ایدیهم فیقولوا ربنا لولا
أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. اگر این نمی بود که چون به ایشان نظر به اعمالی که دستهایشان از پیش فرستاده مجازات داده می شد، می گفتند پروردگار ما، چرا به سوی ما پیامبری نفرستادی؟ تا آیات تو را پیروی می کردیم و از مؤمنان می بودیم. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا اوتی مثل ما اوتی موسی أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. پس چون سخن حق از جانب ما برایشان رسید گفتند چرا با او آیاتی داده نشد همانند آنچه با موسا داده شد؟ آیا به آنچه پیش از این به موسا داده شد کافر نشدند؟ گفتند دو سحر است پشتیبان یک دیگر، و گفتند بیگمان ما هر کدام آن را رد میکنیم. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. بگو پس کتابی از نزد خداوند بیاورید که آن رهنماتر از این دو باشد تا آن را پیروی کنم اگر شما صادق هستید. فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. اگر ایشان درخواست تو را اجابت نمی کنند، پس بدان که ایشان هوای نفس خیش را پیروی می کنند، و کیست گمراه تر از کسی که هوای نفس خود را بدون در نظر گرفتن رهنمایی خدا پیروی کند؟ حقا که خداوند مردم ستمگار را هدایت نمی کند. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. و بیگمان کلام خیش را برایشان پی در پی فرستادیم تا باشد که پند بگیرند. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. آنانی که برایشان کتاب را پیش از این دادیم ایشان به آن ایمان دارند. و اذا يتلى عليهم قالوا آمنا به انه الحق من ربنا مسلمین. و وقتی که قرآن به ایشان خوانده می شود می گویند به آن ایمان داریم، واقعا این حق است از جانب پروردگار ما، یقینا ما پیش از این نیز مسلمان بودیم. اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا و یدرؤون بالحسنة السیئة و مما رزقناهم ينفقون. ایشان پاداش خود را دو بار در خواهند یافت به سبب آن که شکیبایی ورزیدند، با نیکویی بدی را دفع می کنند و از آنچه به ایشان روزی داده ایم خرج می کنند. و اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه و قالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام علیکم لا نبتغی الجاهلین. و چون سخن بیهوده را بشنوند از آن خود را به کنار می کشند و می گویند برای ماست اعمال ما و برای شماست اعمال شما، سلام بر شما، ما آرزوی پیوستن به صحبت جاهلان را نداریم. اینک لا تهدی من احببت ولیکن الله یهدی من یشاء و هو اعلم بالمهتدین. واقعا تو نمی توانی هر کسی را که دوست داری رهیاب گردانی، ولیکن خداوند هر کسی را که بخواهد رهیاب می سازد و او به حال راهیافتگان داناتر است. و قالوا این نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا اولا
ولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. گفتند اگر با تو هدایت را پیروی کنیم از این سرزمین خود ربوده می شویم. آیا ایشان را در حرم معمون جایگزین نگردانیدیم که با آن هر حاصل و هر میوه آورده می شود روزی از جانب ما؟ اما اکثر ایشان نمی دانند. و کم اهلکنا من قریت بطرت معیشتها فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ. ای بسا سرزمین ها را که چون در امور معیشت خیش زیاده روی کردند هلاک گردانیدیم. این است منازلشان که بعد از ایشان هرگز کسی به آن نشیمن نگرفت جز محدود از مردم یا جز در اندکی از زمان، و ما هستیم که وارث آن سرزمین های. و ما کان ربک مهلک القرى حتى یبعث فی امها رسولا یتلو علیهم آیاتنا و ما کنا مهلک القرى الا و اهلها ظالمون. و پروردگار تو و ایران کننده هیچ سرزمینی نبوده است تا در مرکز آن پیامبری را نفرستاده که آیات ما را بر ایشان بخواند، و ما هرگز سرزمین ها را ویران نمی کنیم مگر در حالی که اهل آنها ستمگار باشند. و ما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا و زینتها و ما عند الله خیر و ابقا افلا تعقلون. چیزی که به شما داده شده همانا برخورداری از وسایل محدود زندگی دنیا و آرایش آن است، و آنچه در نزد خداست بهتر و پاینده تر است. آیا نمی فهمید؟ افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقیه کمن متعناه متاع الحیاة الدنیا ثم يوم القيامة من المحضرين. آیا کسی که به او وعده نیکی وعده کردیم و او از آن بهره اندوز شد مانند کسی است که او را از متاع زندگی دنیا بهره مند ساختیم و سپس او در روز قیامت از احضار شدگان است. و یوم ینادیهم فیقول این شرکائی الذین کنتم تزعمون. و روزی که خداوند ایشان را صدا کند و بگوید کجاست شریکان من آنانی که شما می پنداشتید. قال الذین حق علیهم القول ربنا در این حال آنهایی که جرمشان به حیث گمراهگر به اثبات می رسد می گویند ای پروردگار ما، اینهایند که ما ایشان را گمراه کردیم، ایشان را گمراه کردیم طوری که خود ما گمراه شدیم. اکنون به حضور تو از کرده خیش بیزاری می جوییم. ایشان ما را پرستش نمی کردند. و قیل ادعوا شرکاءکم فدعوهم فلم یستجیبوا لهم و رأوا العذاب لو انهم کانوا یهتدون. به این مشرکان گفته می شود شریکان خود را بخوانید تا شما را از عذاب نجات دهند. ایشان را می خوانند ولی آن شریکان به ایشان جواب نمی دهند. مشرکان عذاب را می بینند و آرزو می کنند ای کاش ایشان را یاب می شدند. و یوم ینادیهم فیقول ماذا اجبتم المرسلین.
و روزی را به یاد آرید که خداوند بر ایشان صدا کرده می گوید پیامبران را چی جواب داده بودید؟ فعمیت علیهم الانباء یوم ایدن فهم لا یتساءلون. در این حال همه موضوعات نزدشان مبهم می ماند و گفت و شنید نمی کنند. فعسى ان يكون من المفلحين. اما کسی که توبه کرد، ایمان آورد و نیکوکاری ورزید، پس امید است که از زمره رستگاران باشد. و ربك يخلق ما يشاء و يختار ما كان لهم الخيار سبحان الله و تعالی عم شریکون. و پروردگار تو هر چی را بخواهد می آفریند و هر کی را خواهد بر می گزیند. حق انتخاب در زمینه به ایشان سپرده نشده است. منزه است خدا و برتر است از آنچه با او شریک می آورند. و ربک یعلم ما تکن صدورهم و ما یعلنون. و پروردگار تو چیزهایی را که سینه ایشان پوشیده نگه می دارد و آنچه را آشکار می سازند همه را می داند. و هو الله لا اله الا هو له الحمد فی الاولى والآخره و له الحکم و الیه ترجعون. و اوست خدا، معبود جز او نیست، در اول و در آخر ستایش از آن اوست و فرمان روایی از آن اوست و به او بازگردانیده می شوید. قل ارأیتم ان جعل الله علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامت من اله غیر الله یأتیکم بضیاء افلا تسمعون. بگو چی میگویید اگر خدا شب را تا روز قیامت بر شما دایمی گرداند؟ کیست صاحب اختیار جز خدا که به شما روشنایی بیاورد؟ آیا نمیشنوید؟ قل ارأیتم ان جعل الله علیکم النهار سرمدا الى یوم القیامت من اله غیر الله یأتیکم بلیل تسکنون فیه افلا تبصرون. بگو چی میگویید اگر خداوند تا روز قیامت روز را بر شما دایمی گرداند؟ کیست صاحب اختیار جز خدا که به شما شب را بیاورد که در آن آرام گیرید؟ آیا نمیبینید؟ و من رحمته جعل لكم الليل و النهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. و از رحمت خیش برای شما شب و روز را ساخت تا شما در شب آرام گیرید و تا در روز از فضل او بجویید و تا باشد که شما سپاسگزار شوید. و یوم ینادیهم فیقول این شرکائی الذین کنتم تزعمون. و روزی که خداوند ایشان را صدا کند و بگوید کجایند آنهایی که ایشان را شریکان من می پنداشتید؟ و نزعنا من کل امت شهیدا فقلنا هاتوا برهانکم فعلموا ان الحق لله و ضل عنهم ما كانوا يفترون. و از میان هر گروهی گواهی را بیرون می آوریم و می گوییم دلیل خود را بیاورید. در این حال واقعا در خواهند یافت که حق تنها از آن خداست و آنچه را افتراء کرده بودند از ایشان گم می شود، یعنی ایشان را در خلا می گذارد. این قارون کان من قوم موسی فبغا علیهم و آتیناه من الکنوز ما این مفاتیح
ريحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. بگمان قارون از قوم موسی بود، پس بر ایشان سرکشی کرد و آنقدر از گنجها به او داده بودیم که حتی حمل کلیدهای آن بر جماعتی از مردان نیرومند گرانی میکرد. چون قومش به او گفتند ناشکری مکن، خداوند ناسپاسان را دوست ندارد. و ابتغی فی ما آتاک الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وبأنش خداوند بتو داده از سرای آخرت را بجو و در عین حال بهره خود را از دنیا نیز فراموش مکن و نیکو کاری کن، چنان که خداوند به تو نیکویی کرده است، و در زمین فتنه انگیزی من و ما، بیگمان خداوند مفسدان را دوست ندارد. قال انما اوتیته علی علم عندی اولم یعلم ان الله قد اهلک من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. گفت این داروی به من از سبب علمی که دارم داده شده است، آیا ندانست که خداوند پیش از او نسلهایی را که هم نیروی بیشتری داشتند و هم داروی بیشتری هلاک گردانید؟ اما از گناهان خود گناهکاران فوراً سوال نمی شود. فخرج علی قومه فی زینته قال الذین یریدون الحیات الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انه لذو حظ عظیم. او در میان قومش در لباس آراسته بیرون شد. آنانی که زندگی این دنیا را می جستند گفتند ای کاش به ما هم مثل آنچه به قارون داده شده داده می شد، بیگمان او صاحب بهره بزرگی می باشد. و قال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب الله خیر لمن آمن و عمل صالحا ولا یلقاها. اما کسانی که به ایشان علم داده شده بود گفتند وای بر شما، ثواب ارزانی شده از جانب خدا برای کسانی که ایمان دارند و اعمال صالح انجام می دهند بهتر است و با این ثواب بر نمی خورند مگر شکیبایان. فخسفنا به و بداره الارض فما کان له من فئت ینصرونه من دون الله و ما کان من المنتصرین. پس خود او و سرای او را به زمین فرو بردیم و برای او دسته نبود که او را مدد کند و از خشم خدا نجات دهد و او از پیروزمندان نبود. و اصبح الذین تمنوا مكانه بالامس يقولون ويك ان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. و کسانی که منزلت او را دیروز آرزو می کردن گفتن چه گفتا، خداوند برای هر کی از بندگان خود که بخواهد روزی را می گشاید و تنگ می سازد، اگر خدا بر ما احسان نمی کرد می توانست ما را هم در زمین فرو برد، چه گفتا که کافران رستگار نمی شوند. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون
سرای آخرت را برای آنانی میگردانیم که در زمین اراده سرکشی و فساد ندارند و عاقبت نیکو از آن پرهیزگاران است. من جاء بالحسنت فله خیر منها و من جاء بالسیئت فلا یجزى الذین عملوا السیئت. هر کی نیکی کند پس برای او مزد بهتر از آن پرداخته می شود و هر کی بدی کند پس بدکاران جزا داده نمی شوند مگر مطابق با آنچه می کردند. این الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد قل ربی اعلم من جاء همان آن که قرآن را به تو فرض گردانید یقینا تو را به همان جای بازگشت تو باز می گرداند. بگو پروردگار من بهتر می داند چی کسی رهنمایی را آورده است و چی کس در گمراهی آشکار است. و ما کنت تبدو الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. وتوقع نداشتی که کتاب به تو فرود آورده می شود، این کار نبود جز رحمت از جانب پروردگار تو، پس هرگز پشتیبان کافران مشو. ولا يصدنك عن آيات الله بعد انزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. و هیچ چیزی تو را از ابلاغ آیات خدا باز ندارد بعد از آن که به تو نازل شده است. مردم را به سوی پروردگارت بخوان و هرگز از مشرکان مباش. ولا و با خدا معبودی دیگر را در نیایش شریک مگردان، جز او معبودی نیست، هر چیز هلاک شده نیست مگر ذات او، حکم از آن اوست و به سوی او بازگردانیده می شوید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. الف أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ألف لام ميم. آیا مردم پنداشتند که همین که بگویند ما ایمان داریم گذاشته می شوند و ایشان آزمایش کرده نمی شوند؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. بگمان کسانی را که پیش از ایشان زندگی می کردن نیز آزمایش کردیم تا خدا صادقان را متمایز گرداند و کاذبان را مشخص سازد. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. آیا آنانی که مرتکب اعمال ناشایسته می شوند گمان می کنند که بر ما پیش دستی خواهند کرد بعد از قضاوتی که می کنند؟ من کان یرجو لقاء وهو السميع العليم.
آنکه امیدوار دیدار خداوند است بیگمان میاد یعنی دیدار خدا آمده نیست و او شنوا و داناست. و من جاهد فإنما یجاهد لنفسه إن الله لغنی عن العالمین. کسی که جهاد کند واقعا برای خود جهاد می کند، حقا که خداوند از همه جهانیان بی نیاز است. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنهم سیئاتهم ولنجزینهم احسن الذی كانوا یعملون. و آنانی که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند بدیهایشان را از ایشان می زداییم و بیگمان ایشان را به نیکوترین اعمالشان پاداش می دهیم. و وصینا الانسان بوالدیه حسنا و این جاهداک لتشرک بی ما لیس لک بی علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. و انسان را به نیکی با پدر و مادرش سفارش کردیم، اگر سعی کنند تا تو را مجبور سازند که با پرستش من چیزی را شریک سازی که با آن علم نداری، پس ایشان را اطاعت مکن. بازگشت شما به سوی من است و در آنجا من شما را به حقیقت اعمالی که انجام می دادید آگاه می سازم. والذین آمنوا و عملوا الصالحات لندخلنهم فی الصالحین. و آنانی که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند بیگمان ایشان را در زمره صالحان در می آریم. و من الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله از مردم کسی هست که میگوید به خداوند ایمان آوردیم، اما چون در راه خدا به او اذیتی رسد، آنچه را از مردم متحمل می شود مانند عذاب خدا می پندارد. و اگر به تو از جانب پروردگارت مددی رسد میگویند ما واقعا با شما بودیم. آیا خداوند به آنچه در دلهای جهانیان است داناتر نیست؟ ولا یعلمن الله الذین خداوند کسانی را که ایمان آورده اند خوب می شناسد و نیز منافقان را خوب می شناسد. و قال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملین من خطاياهم من شيء کافران به مسلمانان گفتند راه ما را پیروی کنید، ما بار گناه شما را به گردن میگیریم، در حالی که ایشان چیزی از گناهان مسلمانان را به گردن گرفتن نمی توانند و در حقیقت ایشان دروغ گویند. و لیحملن اثقالهم و اثقالا مع اثقالهم و لیسألن یوم القیامة عن بیگمان ایشان سنگین باری های خود و نیز سنگین باری های دیگری را با سنگین باری های خود بر می دارند و حتما در روز قیامت از این افتراهایی که بربسته اند مورد سؤال قرار می گیرند.
ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. ما نوح را به سوی قومش فرستادیم. او در میانشان 50 کم 1000 سال درنگ کرد. پس آنها یعنی قوم نوح را طوفان فرو گرفت و ایشان ستمگار بودند. فأنجیناه و اصحاب السفینة و جعلناها آیتا للعالمین. در این حال نوح و اهل کشتی را نجات دادیم و کشتی را نشانه برای جهانیان گردانیدیم. و ابراهیم اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خیر لكم ان کنتم تعلمون. و نیز ابراهیم را نجات دادیم وقتی که به قوم خود گفت خدا را پرستش کنید و از او بترسید، این کار برای شما بهتر است اگر حقیقت را می‌دانید. انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افكا ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشکروله الیه ترجعون. واقعا شما جز خدا بتانی را پرستش می کنید و از خود دروغ را می سازید. آنهای را که جز خدا می پرستید مالک این نیستند که به شما روزی بدهند، لذا از نزد خداوند روزی بجویید، او را بپرستید و به او سپاس گذارید، به سوی او بازگردانده می شوید. و این تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. و اگر پیام خدا را تکذیب می کنید پس به خاطر داشته باشید که بگمان امتهای پیش شما نیز این پیام را تکذیب کرده بودند و نیز بر پیام رسان جز رساندن پیام به گونه آشکارا. اولم یرو کیف یبدئ الله الخلق ثم یعیده این ذلک علی الله یسیر. آیا ندیدند که خداوند مخلوق را چگونه از نو پیدا می کند و باز باری دیگر هستی آنها را اثر می گرداند؟ براستی که این کار بر خداوند آسان است. قل سیرو فی الارض فانظرو کیف بدأ الخلق ثم الله ینشئ النشأة الآخرة ان الله على كل شيء قدیر. بگو در زمین سفر کنید و ببینید چی طور خداوند آفرینش را آغاز کرده است. باز باری دیگر خداوند هستی آخرت را به وجود می آورد. حقا که خداوند بر هر چیز تواناست. یعذب من یشاء و یرحم من یشاء و الیه تقلبون. هر کی را بخواهد عذاب می کند و به هر کی بخواهد رحم می کند و به سوی او بازگردانیده می شوید. وما انتم بمعجزين في الارض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. نه در زمین نه در آسمان در هیچ جای اراده خدا را عاجز کننده نیستید تا بدین ترتیب خود را از دم تقدیر نجات دهید و برای شما جز خدا حامی و مددگاری نیست. والذین کفروا بآیات الله ولقائه اولئک یئسوا من رحمتی و اولئک لهم عذاب الیم.
کسانی که به آیات خدا و لقای او کافر گردیدند هم ایشانند که از رحمت من ناامید شدند و همینها را عذاب دردناک است. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. پس جواب قوم ابراهیم جز این نبود که گفتند او را بکشید یا او را بسوزانید، اما خداوند او را از آتش نجات داد. بیگمان در این نشانه هایی است برای قومی که ایمان دارند. و قال انما اتخذتم من دون الله اوثالا مودت بینکم فی الحیات الدنیا شما بت‌های را به جز خدا به خدایی گرفتید تا در این زندگی دنیا آن را وسیله دوستی میان خیشتن قرار دهید. سپس در روز قیامت بعضی شما از بعضی دیگر منکر گردیده و یک دیگر را لعنت خواهید کرد. پناهگاه شما آتش است و شما را مددگاری نیست. پس لوط با پیام ابراهیم ایمان آورد و گفت بیگمان من به سوی همان جا که پروردگار من هدایت داده است هجرت کننده ام، حقا که او صاحب قدرت منعی و با حکمت است. و وهبنا له اسحاق و یعقوب و جعلنا فی ذریته به ابراهیم اسحاق و یعقوب را دادیم و در میان نسل او نبوت و کتاب را قرار دادیم، به او پاداش او را در دنیا دادیم و بیگمان او در آخرت از صالحان است. ولوطن این قال لقومه انکم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها و لوط را به خاطر آور. وقتی که به قوم خود گفت شما چنان فسق و فجوری را مرتکب می شوید که هیچ یک از اقوام جهان در آن شما پیش دستی نکرده است. اینکم لتأتون الرجال و تقطعون السبیل و تأتون فی نادیکم المنکر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. آیا شما براستی به مردان پیش می شوید و رهزنی می کنید و در مجالس خیش اعمال ناشایسته را مرتکب می شوید؟ ولی جواب قوم او جز این نبود که گفتند عذاب خدا را بر ما بیاور اگر از راست گویانی. قال رب انصرنی على القوم المفسدین. لوط گفت ای پروردگار من مرا بر این قوم فساد پیشه پیروز گردان. ولما
چون فرستادگان ما به ابراهیم مژده آوردند گفتند ما یقینا مردم این دیار را تباه کننده ایم زیرا ایشان واقعا ستمگار بودند. ابراهیم گفت اما لوط هم در آنجاست. آنها گفتند ما بهتر می دانیم که کی در آنجا است. یقینا او و خانواده وی را نجات خواهیم داد جز زنش را که در زمره ماندگاران است. چون فرستادگان ما نزد لوط آمدند وی از سبب ایشان اندوهگین شد و دلش به نسبت آنها تنگ گردید. گفتند مترس و اندوهگین مباش، بیگمان تو را و خانواده تو را نجات می دهیم جز همسرت را که او از ماندگاران خواهد بود. آسمان بر اهل این دیار به سبب فسقی که مرتکب شدند فرود می آوریم. و بیگمان از آن نشانه واضحی را برای مردم هوشیار باقی گذاشتیم. و الى مدین اخاهم شعیبا فقال یا قوم اعبدوا الله واعبدوا اليوم الاخر ولا تعثوا في الارض مفسدين. و برای قوم مدین برادر ایشان شعیب را فرستادیم و ایشان گفت ای قوم من خدا را پرستش کنید، روز قیامت را در نظر داشته باشید و در زمین فساد کنان به تبهکاری دست نیازید. فکذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمین. قومش او را تکذیب کردند لذا آواز مهیب ایشان را فرا گرفت و در خانه های خود مردگانی بر روی افتاده گردیدند. وعادا و ثمود و قد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وعاد وثمود يقينا بشما از خانه‌های نشیمنشان معلومات حاصل شده است. شیطان کردارشان را برایشان زینت بخشیده بود و ایشان را از راه باز داشت هرچند به ظاهر حال از بینش برخوردار بودند. و قارون و فرعون و هامان و لقد جاء فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين.
و قارون و فرعون و هامان را بیاد آور. موسی به ایشان معجزه های آورد، اما ایشان در زمین تکبر کردند و پیش دستی هم نتوانستند. فکلن اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا علیه حاصبا ومنهم من اخذته الصیحة ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من اغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. و هر یکیشان را در برابر گناهش گرفتار ساختیم، بر برخی از آنها سنگ باران نازل کردیم، برخی از ایشان را آواز سهمگین فرو گرفت، برخی از ایشان را به زمین فرو بردیم و برخیشان را در آب غرق ساختیم. چنین نبود که خدا بر ایشان ستم کند، بلکه ایشان خود بر خیشتن ستم کرده بودند. مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا و این لو كانوا يعلمون. مثال آنانی که جز خدا چیزی دیگری را سرپرست امور خیش گرفتند، این کارشان مانند عنکبوت است که برای خود خانه ساخته است. براستی که سسترین خانه ها خانه عنکبوت است، اگر ایشان بدانند. این که خدا آنچرا ایشان جز او می پرستند از هر چیزی که باشد می داند و او صاحب قدرت منیع و با حکمت است. و تلک الامثال نضربها للناس و ما یعقلها الا العالمون. اینها مثال های اند که آن را برای مردم میزنیم و آن را جز دانشمندان نمیدانند. خلق الله السماوات والارض بالحق ان في ذلك لآية للمؤمنين. خداوند آسمان ها و زمین را به حق آفرید و واقعا در این نشانه است برای مؤمنان.